وقت بخیر دوستان عزیز، خوش اومدین به سشن 18ام کورس آموزشی ادوب فتوشاپ CC 2020. دوستان عزیز، من یک سوالی که بسیار زیاد به از من میشه، پرسان میشه، مسج برام روان میکنن، کامنت میتن، از من پرسان میکنن که چه رقم میتونیم که تایپ فارسی یا پشتو یا خلاصه هم الفابت عربی رو چه رقم میتونیم در فتوشاپ بنویسیم. و فتوشاپ انبیلت، یعنی از کمپانی وقتی میایه او آپشنش فعال نمی باشه، ولی به خاطر فعال ساختن از او آپشن ما ضرورت به انستال کدام سافت ویر دیگه نداریم. خود فتوشاپ میتونه این کار بر ما انجام بده و ما حالا به شما یاد میدم. وقتی ما میایم دیجا فرضاً میخوایم فارسی تایپ کنم، ببینید میخوایم مثلا افغانستان، دیدین چرا قواد افغانستان بهش خود تایپ میشه. رایال از دیره من براتون میگم دوست عزیز، پریشان نباشین. من اول این چیزی که جلو کنم پاک میکنم. خب بخاطر که مشکل حل کنیم دوست عزیز، اول میریم در مین منیو، این قسمت در ادیت و میریم ببینیم در پایین پایین ما داریم پریفرنسز و اینجا اگه ببینیم ما لست تمام پریفرنس های خود داریم که تایپ هم هست. یک طریقه شید فردا میبینیم تایپ از جواز میکنم که ای مهم نیست، فردا اگر جنرال هم انتخاب میکنیم این صفحه میامد، باز میتونستیم پس بیم از اینجا تایپ انتخاب کنیم. و طریقه دوم شید که از روی کیبوردتان کنترل کر میزنیم و این صفحه براتون باز میشه. خب وقت صفحه باز شد، ببینید قسمت پایین تایپ هست، قسمت تایپ میاین و در اینجا در دسترس ببینید نشست چوز تکست انجین آپشنز، یعنی به این مانست که چه رقم یک انجین میخواهی که در کمپیوتر داشته باشه به خاطر تکست چه رقم ران شده. ای اولش نوشست Latin and East Asian Layout، ای قسمت اولی را انتخاب نمیکنیم، قسمت دوم انتخاب میکنیم World Ready Layout، یعنی تقریبا تمام انواع مختلف تکست ها در این کار میتونه نظر به زبان های متفاوت و خلاصه لنگویج های متفاوت. خب وقتی را انتخاب کنیم این را دقت کنید، من این را اوکی میگم. حال میام دوباره ببینید تکست ها گرفتیم، این دفعه نوشتم میکنم افغانستان. ببینید باز هم اون چیز آمد، به خاطر چی؟ به خاطر از این که وقتی که ما رو تغییر میتیم ضرورت به این نیست که خود فتوشاپ خود بسته کنیم یا فرضاً کلوز کنیم پس اوپن کنیم، به ضرورت نیست. هر داکیومنت کریت میکنیم تکست انجین ده او از اول کتش سیو میشه. فرضاً این داکیومنت ما کریت کردم ده او وقت تکست انجین ما امو لاتین اند ایست ایشین امو تک چیز بود اود امرایز سیف شده. حالا ما تکست انجین خود تغییر دادیم، مگم در این داکیومنت هم تغییر نکرده، پس چی میکنم؟ من میرم داکیومنت نواز میکنم، خبش من یه دیسلک کنم، میرم یک داکیومنت نواز میکنم، بازم A4 میگیرمش این نواز یعنی امرای ستنگ جدید ما این جور شده. این دفعه میایم یک چیز نوشتم میکنیم، مثلا میگم افغانستان، درست شد. اینال ای داکیومنت که من قبلا دارم فرضاً در این مدگه رقم نوشته کردن نمیتونم، یعنی هر کار کنم جور نمیشه. شاید شما فرضاً یک فایل دارین، این فایلتان از دیگه وقت هست میخواین در او فارسی نوشته کنین، اما داکیومنتتان وقت کریت شده در او فارسی نوشته، یعنی تکست انجینش فرق میکده. شما چی کار میکنین دوستان عزیز؟ میاین و از این قسمت امی خود تکست را که فردا ما ایجه نوشته کنیم و سعیست نه میره از جا انتخاب میکنم، ایره میارم در ایجه در ای لیر خود میارمش مثلا و در ایجه کتش کار میکنم. به این شکل میشه که شما یک تکست که درست نوشته شده باشه در ایجه وارد کنین، ولی در کل ای خوب است که فردا شما برین و یک داکیومنت نو جور کنین امرای ستنگ جدید. خوبی بود طریق تایپ فارسی در فتوشاپ، امیدوارستم که یاد گرفته باشین. همچنان از دوست ما بسیار زیاد پرسان میشه ای که برما میگن که خودت این فونت ها از کجا میکنی، این فونت ها رو برما در ایمیل روان کن، بعضی میگن که این فونت ها رو برما در واتساپ روان کن فونت هایی که استفاده میکنی، یا یگان تا میگه که لینک برما بده که ما این فونت ها رو دانلود کنیم. خب من براتون میخوام که همین موضوع رو امروز حل بکنم. به خاطر فونت ها چندین وبسایت هست، وبسایت هایی است که فونت ها رو به شکل فری در اختیار شما قرار میده و ولی شما باید فهم استفاده از فونت ها را داشته باشین، یعنی که تایپوگرافی را بفهمین. ما تایپوگرافی را درس دادیم در قسمت اگر که بیاین در صنف آموزش گرافیک دیزاین در سیشن نهمش ببینین، این پنجم است
در نهم تایپوگرافی را برین بخونین. خب براتون سایت هایی که خودم استفاده میکنم، سایت های فری را البته براتون میگم چه رقم میتونین که شما ایران دانلود کنین. ببینین سایت اول که هست 1001fonts.com است، 1001fonts. ببینین 1001fonts.com انتر میکنیم. ببینین این سایت واز شد. دیجی فونت های بسیار زیاد است، چه رقم کتگوری های بسیار زیاد داره میتونین از این قسمت اینجا باز کنین چقدر کتگوری زیاد داره. فرضاً ما میگم مادرن باشه، فونت های مادرن باشه، این تمام مادرن رو برما باز کرد. حال فرضاً میایم اینجا یک تکست نوشته میکنم، مثلا میخوایم که ببینیم که نام من، یعنی فرضاً اسمت آخر رو نوشته کردیم که این چه رقم در این فونت معلوم میشه. ببینین امو چیزی که نوشته کردیم امو فونت نشان میده به می شکل اون آواز. میتونین که ورق بزنین، فرضاً 61 صفحه فونت است، صفحه 61 هم میرم. یا این رقم میتونین به این قسمت یک چیز دیگر انتخاب کنین، میتونین که سایزش خورد کلان کنین، میتونین که حتی یک رنگ ببینین که در این رنگ فرضاً چطور معلوم میشه. فرضاً میگین برند ما رنگش فرضاً سبز است، چطور در سبز معلوم میشه. و وقت خوشتان آمد فقط میرین دیگه دانلود میکنین و دانلود کنین، فقط یک کلیک براتون دانلود میشه. خب من دانلود نمیکنم، کار نداره میره. همین رقم یک سایت دیگه ما داریم به نام dafont.com، dafont.com. ببینید دوست عزیز، این هم به مو شکل است. در این قسمت هم شما میایین و فونت های بسیار متفاوت است، شما از انتخاب میکنین تایپش، کاتگوریش انتخاب میکنین. فرضاً میایم میگیم ما میخوایم وسترن داشته باشیم، در وسترن فرضاً میخوایم، ما بازا میخوایم که ببینیم که اسمت اخگر، یعنی نام من چرا کمال میشه. خب وقت میگیره حتما. اسمت اخگر آمد و سایز فونت تغییر میتیم، فردان شو ورایتیز که دین چند رقم هست، خلاصه سایزش از لازم میدیم باشه، لارج باشه، اینه تعیین میکنیم، سورت بای نام باشه، نیوست باشه، یک باشه دیگه تعیین میکنیم. و همچنان فرضاً ببینیم این فونت سایرا ایره که من استفاده میکنم، سایرا که من این فونت استفاده میکنم، همیشه از پیشم همیشه سوال میشه، من امید سایرا رو دیگه نوشته میکنم، سایرا انتر میکنم. ببینین سایرا آمد، سایرا در یک قسمت باز شد، یعنی فونت سایرا. ببینین سایرا چند رقم است که من این رقمش استفاده میکنم اکثرا. خب تمامش سایرا است، باید در اینجا سرچ کنیم که در این سایت هم است سایرا. نه در اینجا فکر میکنم که نبوده. و ما دو آپشن دیگر دادم، یک fonts.com هست، یکی دیگه هست فردان در fonts.com اگه سرچ کنیم ببینیم fonts.com داره. خب تمام از اینا خود ضرورت نیست که پیش بریم، یا fonts.com یک سایت هست. خلاصه امی 1001fonts.com هم بسیار یک وبسایت خوب است، شما هر رقم فونت از میتونین استفاده کنین، پیدا کنین، کاتگوری های بسیار زیاد داره، شما اون تمام از نمونه رو میتونین که ترای کنین که چه رقم هست. خب دوست عزیز، این بود موضوعی که امروز در موردش صحبت کردیم، در مورد فارسی نوشته کردن و همچنان در مورد سورس های فونت که من استفاده میکنم در مورد ارزش گپ زدیم. امیدوار هستم که براتون مفید بوده باشه. تشکر از اینکه ویدیو رو تا این وقت تماشا کردین همراه من. لطفا چینل من سابسکرایب کنین، با دوستانتون در اشتراک بگذارین و اگر سوال یا پیشنهاد یا انتقاد دارین از طریق کامنت که در زیر ویدیو است بر ما بگوین و من جواب دارم میدم.